اگر چاقوی اختراع کردی که نمیدونی چقدر کار میکنه، اون رو به یک سرآشپز حرفه‌ای ژاپنی بده. اگر قیچی داری که نمیدونی چه کاربریایی داره، اون رو به یک خیاط حرفه‌ای ایتالیایی بسپر. و اگر اتومبیلی داری که نمیدونی چقدر قراره کار بکنه، اون رو به یک راننده حرفه‌ای تاکسی در تهران بده. من فرهاد شزمانی هستم و امروز قراره با راننده‌های تاکسی تهران درباره خودروهایی که این سال‌ها زیر پاشون بوده صحبت بکنم و ازشون بپرسم اگر قرار باشه تاکسی برقی تحویل بگیرن، از الان چه حدسیاتی دربارش داره. کل پایگاه نگاه کنی، از صبح تا ساعت 4 ماشین هم مسافر نی، بعد از ظهر که مسافر هر راه نیست که بریم، حالا برقی باشه، زغال سنگی باشه، گازوئیلی باشه، دیزلی باشه، به درد نمیخوره. تو اون موقعی که ترافیک هست به کار نمیاد آخه تاکسی هم باشه تنها تعویض روغن یه تومان بالا، تعویض روغن معمولیش، بقیهش که هیچی. چرا میگید بعد اتوماتیک باشه؟ اتوماتیک راحته دیگه، پادرد گرفتی، زانودرد میگیری توی ترافیک. چرا اتوماتیک تا الان بهتون ندادن؟ ندادن دیگه، چی بگیم ایشون؟ چرا ندادن؟ نمیدونم چرا، دیگه از خود مسئولین باید بپرسی چرا ندادن. همون مسئولی که میگه آقا اتوماتیک چرا نداده، یه روز بیا جای ما کار کنه ببین چی میکشه. شب تا صبح از زانودرد و پادرد میخوابه؟ هی کلاش تو مسیر ترافیک. حالا غیر اتوماتیکش اینه که از دم قسط بدن، چون ما پول پیش هیچ کدومون نداریم بدیم. ماشینامون الان 15 سال کار کرده، من خودم علی ماشین خوب سوار شم، هم خودم راحت بشم هم مسافر، ولی وقتی ندارم نمیتونم تبدیلش کنم و چیکار کنم؟ هر روز هر چی در میارم باید خرج ماشین کنم، یه چیزام عجیب بزن. شما درباره تاکسی برقی چی میدونی؟ من هیچی. هیچی نشنیدی؟ نه. خودم عضو جامعه مخترعینم، تحصیلات لیسانس قبل از انقلابی دارم، دو زبان خارجی رو مسلطم. چه زبانایی؟ جان زبان انگلیسی و روسی. What do you think about electric cars? All right, it's not bad about, but I have some question from you about in the electrical motor, how much is the by the working by the DC or by the AC? It have any inverter or something else? Or but other not how much horses is there by in the car about the motors and something else about? I don't know. You don't know it? I need some question from you. اولاً این چند اسب بخار توان داره؟ آیا بقیه دیسی مستقیم یا اینورتوریه؟ بعد قطب چند قطبی؟ موتورش چند قطبیه؟ این مشخصات فنیه. بعد باتریاش، طول عمر باتریاش چقدره، هزینه باتریش چقدره، تمام مشخصات فنیش رو بگین به ما. شما که تخصص دارید و اطلاعات خوبی هم دارید که کافیه، ما هم شگفت زده شدیم. شما فکر میکنید تاکسی برقی به درد تهران میخوره؟ اگه محل شارژش خوب باشه آره، اگه محل شارژش زیاد باشه، مثلا توی همین پایانه بعد چند جای شارژ باشه، البته چند تا الان گذاشته، یکیش تو کریم خانه بغل اداره راهنمای رانندگی، یکیش طرفای سیدخندان من دیدم و چند جا دیگه اینجوری گذاشتن. اگه تو خونه بتونید شارژ کنید چی؟ تو خونه هم مشکلی نداره، ولی آیا اینورتوری یا دیسی مستقیمه؟ که من بعید میدونم دیسی مستقیم باشه، باید اینورتوری باشه. اگه شما از خودرویی که قراره تاکسی رانی به راننده بده راضی نباشید، برای همکاراتون جلسات زیرزمینی میذارید میگید مخالفت کنن؟ نه، چرا زیرزمینی؟ اول ببینید چقدر گارانتی میکنه، بعد چقدر وام میدن روش. این واماش مهمه، وگرنه خودرو برقی خب الان من گرفتم آوردم با چه مبلغی؟ این حداقل باید 70% وام کم بره طولانی مدت باشه. در غیر صورت شاه این تاکسی نمیتونه بگیره. الان همش گرون شده، من تا بیشتر دیسک و صفحه یا مثلا میخوای سرسیلن باز کنی، هزینه‌اش خیلی سنگین شده، سرسام آور شده. آخرین بار رفتی تعمیرگاه برای چه کاری بود، چقدر دادی؟ برای همین دیسک و صفحه بود، هولوش با هزینه تعمیرش هولوش 2 خورده نزدیک 3 تومن آب خورد. چند راه باید بری و بیای تو مسیر تا هزینه اون دیسک و صفحه در بیاد؟ والله من اگه یک ما کار کنم هیچی نخورم، متوجهی؟ فقط خرج خونم الان نصفشو بدم و هزینه اینم در نمیاد، متوجهی؟ چون چیزی پسنداز نمیشه که بخواد در بیاد. برای من نمیصرفه کار کردن با این ماشین، ولی حالت مجبوریه دیگه، چون حقوق بازنشستگی آنچنان نیست که من بتونم زندگی بکنم. جلوشو درست میکنی عقبش خرابه، عقبو درست میکنی موتور، گیربوک، دیفرنسیال دائم خرابه. ما این ماشین 4 چرخ داره، 4-3 چرخش برای تعمیرگاه و تعویض روغنی و مکانیکی بیچرخه، 1 چرخش اگه بچرخه برای راننده بیچرخه.
شما از اون راننده‌ای هستید که میشینی قر میزنی سر مسافر که آی انقدر دادم برای روغن، انقدر دادم برای لاستیک و اینا؟ بالاخره داداش اگه بگم نه که دروغ گفتم، ولی میگن از هر دستی بدی از همون دست میگیری. موقعی که من خیالم راحت باشه، خوب ماشینم به روز باشه، ماشینم من اذیت نکنه، منم با ماشین با مسافرم خوشبش میکنم. ولی موقعی که ماشین من اذیت کنه، خب مسلم برمیگرده به بغلی دیگه، به مسافر. درباره خودروی برقی چی میدونی؟ فقط شنیدم که با برق کار میکنه، دیگه چیز خاصی ازش نمیدونم، این توضیحات اونجوری ندادن. آلایندگیش هم گفتن کمتره، ولی خب الان چیز دیگه شما اطلاع. آلایندگی برای شما میتونه مهم باشه با این وضعیت اقتصادی؟ نه، سیستم خوراک کننده این روا، پژو، سمن، تمام دینا، اینا همشون یکی سیستم قدیمیه. همه ماشینا جدید، وقتی که میره نگاه میکنی فن کجاست؟ فن پشت رادیاته، این جلوی رادیاته، باد نمیاد بخوره ماشین خنک بشه. شما اگه این حذفش کنین همه چی درست میشه. درباره خودروی برقی چی میدونی شما؟ برقی هیچی نمیدونم. هیچی؟ هیچی نمیدونم. حالا نهیدی؟ نهیدم نه. سوارم نشدی؟ نه. کسی هم تعریف نکرده؟ نه. فک و فامیل خارج باشن؟ بابا با جیان هم نداشتم فک و فامیلمون تا برسه. خب اگه تاکسی برقی بهتون بدن فکر می‌کنی چه فرقی بکنه زندگیتون؟ هیچی، معمولا بیچاره تر بشه. چرا؟ به خاطر اینکه ما از وقتی از پیکان اومدیم به سمن 10 سال طول کشید تا اینو یاد گرفتیم. حالا بیایم اونم بگیریم دیگه بدبخت بدبختیم. چی شو یاد بگیری دورت جون؟ بابا این سیستم داره، این برقش به هم بخوره ما نمیتونیم تنظیم کنیم. خب میرید پیش برقکار. برقکار دیگه بابا الان یارو نگات بکنه میگه 100,000 تومان بده، 1,000,000 بده. چی الان نعیمده شما کجا میدونی اینجوری؟ میدونم الان من ماشین خودمو دارم نگاه میکنم که الان یه کرایه مسیر، یه پیکانی که مال مثلا 10 تا پیش، یه پراید مال 20 سال پیش کرایه‌اش با یه سمن دیگه الان یکیه. نه یکیه. یکیه. بعد اون آیا نرخ اون ماشین با این یکیه؟ نه. آیا یه ماشین برقی که بیاد باید حداقل با 1,000,000,000 یا 500 پول بدی؟ آیا با چه کرایه‌ای؟ با 14 تومن، با 13، با 10 تومن؟ نه همون. شما راننده تاکسی هستی؟ بله. خب اگه تاکسی برقی بهتون بدن شما بعد میگی کرایه‌اش بیشتر بشه؟ بدن دولت اگه همه بگه آقا این ماشین با تو کار کن ولی با این کرایه منو کش هستم. این کرایه تاکسی برقی بیشتر باشه؟ بله. چرا؟ خودش ماشین بده. من هزینه دادم، بیشتر دارم میدم. از کجا میدید خب ماشین برقی هزینه‌اش بیشتره؟ نداره. یه لنت از سمن بپوچنده، یه لنت پلمو چنده، یکیه یه دیکسفه اون چنده، چند یکیه همش. من نظر شما خود رو برقی هزینه‌اش بیشتره؟ به نظر من بیشتر باید باشه. فرقی نمی کنه، برخواه اونم یه هزینه داره، شاید هزینهش بیشتر باشه، ما نمیدونیم که. الان نیومده میگید بیشتره؟ شاید، چون من بگم نیومده، چون بالاخره تکنولوژی جدیده، امکاناتشو دارن، ندارن، اگه داشته باشن که خب اونم قیمتهای همینا رو داره دیگه، الان قطعات خیلی قیمتش بالاست. شما هنوز خودروی برقی نیومده، هنوز تاکسی برقی ندارید، نگران قطعاتشید؟ نگران قطعات، خدمات، پمپایی که باید بزنن برای شارژش، اینا باید اول زیرسازی بکنن بعد بگن آقا ما خودروی برقی می‌خوایم وارد بکنیم. یعنی خودروسازهای داخلی شما رو بدگمان کردن نسبت به خودروی برقی؟ نه واقعا همینه. الان شما من میگم که تویوتا سوار شدم رفتم داغم، میگم اگه اون ماشینه این ماشینا چی میگن؟ والا ماشین نرم خوب، کولر ازش گرفتیم از قم تا خود دزاشی، ماشین آخ نگفت چیز نری تو از قوانین اینجاست. تاکسی قوانین ما تاکسی قوانین ما گذشته. شما فرض کن تاکسی برقی بهت دادن. خب بعد اینو بعد تو خونه با برق خونه شارژ کنی. شارژ می‌کنی؟ چه نمی‌کنم. با برق باشگاه برق بنزین نمی‌زنم. خب قبض برق زیاد میاد. خوشو کنم. با کار باش کار می‌کنم. با کرایه اش اگر کرایه میاد بعد یه بار ایشکا بزنن. تو هر می‌زنی پایانه ایشکا بزنن. می‌کنم با ایشکا بکنم چه نکنم. اگه تاکسی برقی تعداد قطعاتش کم باشه، هزینه‌اش خیلی پایین باشه، شما چه احساسی دارید؟ ما دنبال همینیم دیگه. عزیز دلم میخواد برقی کنن، اینا میخوان که آلودگی هوا کم کنن، درسته؟ خیلی کار خوبیه. ولی با دولت امکانات بده، به من بده که من داشته بهش کار کنم. مشکل نداره. یک سر ایشو جو وایسه که میخواد با پنجره بیاد آزادی. خودرو برقی من لیفترا که برقی داشتم کار میکردم، تا روزی که کار کردم خراب نشد. بار بلند میکرد میزش اینور اونور همه جور سهرات درجا دور میزد، خیلی عالی. حالا برق مصرف میکنه چقدر مصرف میکنه، چقدر چجوری مصرف میکنه، آیا از تو خونه شب میتونی مصرف کنی یا باید یه جایگاه خاصی داشته باشه، هزینه بپردازی؟ بالاخره قطعاتش هم فرق میکنه. حالا یه دونه دینا چیز برقی دیگه، حالا کار که میکنه فقط یه دونه دینا باز کردنش 800,000 تومان میگیره فقط باز کنه، تعمیرش حالا چی
خودش که 5 میلیون 6 میلیون پولشه. شارژشه بذارن که نزدیک باشه که هر کجا بخوای بری وایس نوبت بزنی که بخوای بری شارژ کنی اون به درد نمیخوره. باید انقدر زیاد باشه که ماشین معطل نشه. همین پمپ گازا، همین پمپ بنزینا. ما میریم یه صدا تو پمپ گاز باشه، یه صدا باید پمپ بنزین باشه. یه خورده برامون سخته. وقتمون تلف میشه، کارم نکردیم. شما آرزو دارید چه ماشینی رو بدن که باش کار کنید؟ تویوتا برای تاکسی خیلی خوبه. چند وقت یه بار بنزین و گاز میزنید؟ والا ما در روز 3 بار گاز پر میکنیم، هفته یه بارم بنزین میزنیم. خب چقدر توی صف گاز منتظر میمونید؟ صف گاز الان که نسبتا خوب شده باز روزی نیم ساعت، هر وعده‌ای که بخوایم بزنیم نیم ساعت، یعنی یک ساعت و نیممون رو تو صف گاز. اگر قرار باشه خودروی برقی داشته باشید، تاکسی برقی سوار بشید، بعد 5 6 ساعت طول بکشه شارژش، چیکار میکنید؟ خب مسلمونم باز همین میشه دیگه. اگه قرار باشه 5 6 ساعت وقتمو تو صف گاز باشیم که بیشتر اعصابمون خرد میشه. باید برای تاکسی یه اولویتی باشه. تاکسی یعنی یه جوری بیاد تاکسی بره بنز گازشو یا برقشو شارژ کنه بره تو خط کار کنه. قرار باشه ما دوباره برم 4 5 ساعت اونجا. از نظر فنی اون باتری 6 ساعت طول میکشه تا فول شارژ بشه. دست کسی نیست. خب میگم اگه میخوان برنامه ریزی کنن باید یه برنامه ریزی کنن که برای تاکسی به نفع راننده بشه نه به ضرر راننده. یعنی پاور بانک بدن بهتون؟ نه پاور بانک نه، یه جایی باشه که تو سطح شهر تهران باید جاشو جای شارژشو زیاد بکنن بیان بزنن تو ایسکا به قول به همکارا، یا یه جایی باشه تاکسی بره سری گازشو پر کنه برگرده بیاد. خب یعنی برقشو پر کنه. برقشو بله. خب اگه اون برق 5 ساعت طول بکشه خب مسلم به درد ما نمیخوره که. پس به درد کی میخوره؟ به درد شخصی میخوره که بره بذاره زیر پاش بره 5 ساعت شارژ کنه بیاد بره دوباره بچرخه تو زندگی. ولی من اینکه روزی 3 بار میخوام شارژ کنم به درد من نمیخوره. کجا میدید روزی 3 بار باید شارژ کنید؟ این گازه که باید روزی 3 بار بزنید. خب برق رو باید چقدر شارژ کنید؟ من چون اطلاعات ندارم راجبش دیگه. اگه شب تا صبح بتونید بذارید چی؟ بله 100%. یه جایی باشه که من بتونم برم شارژ کنم باتریمو. ولی اگه قرار باشه مثلا من همین باشه که دوباره همین دردسر دیگه. من پسرم الان کاناداست، میگه با 5000 دلار 6000 دلار یه ماشین میدن، در صورتی که اینجا باید کل زندگی تو بفروشی یه دونه ماشین بخری. من دنبال ماشینم که مرغوم به صرفه باشه، وقتی کار میکنم دخل و خرجم بخونه. قرار باشه من یه ماشینی به من بدم مثلا 1 میلیارد، من درآمد روزانه‌ام باشه 300000 400000. من هیچ موقع قبول نمیکنم. حداقل حقوق یه دونه کارگر در کانادا 20 دلاره و پسر من هم داره کار میکنه هم داره تحصیل فوق لیسانس داره میخونه. من الان یک ساعت کار بکنم چجوری میخوام با این ماشین زندگی بکنم؟ الان ایران خودرو محصولی که داده اصلا محصول خوبی نیست. خودرو ملی بودی چی سوال؟ نه زیر سوال نبردم. من تاکسی هستم، روزی 10-12 ساعت باید با ماشین بدوام. زیاد کار میکنید؟ این ماشین طراحی شده که روزی یه ساعت و نیم باش کار کنید. یه ساعت و نیم جواب هزینه منو نمیده. به هر حال با این خودروی رویایی که دارید بیش از یه ساعت و نیم در طول روز کار نکنید. باشه اگه جواب زندگیمو بده. من تو حقوق بازنشستگی دارم میگیرم 7 تومن. چجوری یه ساعت و نیم کار بکنم که بتونم زندگی بکنم تو این کشور؟ اگه مسافر برگره میگم ما نه خودروی برقی سوار نمیشیم، میترسیم برق بگیرتمون، شما چیکار میکنید؟ نه خب اون دیگه اطلاع رسانیه دیگه، قبلش باید آگاه سازی کنن، همه در جریان باشن دیگه. کی باید این کارو بکنه؟ خب دولت دیگه. برقی گمون نکن به ما دیگه وصال بده که بگیریم. نه ان شاء الله میرسه. وصال نمیده. ولی اصلا که نگهداریش فکر کنم بالا باشه، اصلا که باتریاش فکر کنم هر 5 سال یه بار باید باتریاش عوض بشه. خب این حالا این به اون بهتره یا این ماشینه که هر هفته باید به تعمیرگاه؟ بالاخره انتخاب کنید دیگه. خب باید ببینید که از چه برندی انتخاب بشه. اگه ماشینای تویوتا باشه یا ماشینای هیوندا باشه اینا چیزش بهتره، قطعاتش بهتره و هزینه‌اش کمتره. ولی اگر میخوام ماشین چینی بدن یا خود ماشین ایرانی بدن خب هزینه‌اش بره بالا که فرق نمیکنه، که بدتر هم هستش تازه. تسلا خوبه؟ تسلا که سالیان سول میکشه دو بیاد تو ایران تسلا. خب اگه تسلا بیاد که هیچی دیگه، اصلا نیازی به راننده هم نداره دیگه. شما کجا میری؟ ما هیچی دیگه، ما بازنشست میشیم.